سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم اجدام ینور تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیش کش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. مادر زیابکوف یک پسرم را کشتند، حالا دویمش را میخوان شنونند. ساکنان خورغ را شبانه افراد سلو به دست من کردند. اولین پیام نظربایف بعد اعتراض های خونین دولت پیری میرونم. روی دوشنبه خوجم بوش شد ولی فعلا فقط با یک سمت. باز یک صدمه مرگوور در اسفره، این دفعه در روی واروغ. نام بچه 11 ساله توجک با کتاب ریکورد های گینس شامل کرده شد. و اکنون تفصیلات خبرها. پیوستمو عبدالمومنو میگوید که به امام علی رحمان نامه نوشته است. اگر به مشکلیش دسترسی نشود، در نزد حکومت ولایت خود را حلقه آویز میکند. به اداره از پلیوس مادر گلبدین زیابکوف پیوستمو عبدالمومنو مراجعه کرد که میگوید که برایش بسیار دردآور است. مردمی که به خاطر پسر او اعتراض کردند امروزها به جوابگری کشیده میشوند. با گفت او حتی علیه پسر دیگرش و پسران عمکش که جسد برادرشان را از سردخانه گرفته بودند پرونده کشودند. با گفته عبدالمومنو جسد پسرش را به میدان با درخواست خود او بردند، زیرا در زمان سر زدن اودیسه مثل پسران دیگرش او هم در خانه نبود و وقتی خبر دادند که او کشته شد دستور داد که جسد را به میدان ببرند تا مقامات پاسخ دهند که چرا او را کشتند. مردم به میدان ریختند زیرا درد مرا درک میکردند. آنها در پالویم ایستادند تا درد مرا تقسیم کنند، زیرا در آن روزها که من دو روز همراه با جسد فرزندم در میدان بودم کسی از مقامات پیش ما نآمد و به من پاسخ ندادند که چرا پسر مرا وحشیانه کشتند. اگر به من میگفتند که پسر من فلان جنایت را صادر کرده است و برای این باید کشته میشد، من جسد را میگرفتم و از میدان میرفتم. ولی همین طور کسی پاسخ نداد. اما حالا علیه مردم به خاطر اون که مرا در میدان با مصیبتم تنها نگذاشتند پرونده باز میکنند، میگوید پیوستما عبدالمومنو. با گفته او حالا علیه پسر دیگرش و امک بچه‌هایش که جسد پسرش را از سرخانه گرفته بودند پرونده کشودند. آنها چنین حساب میکنند که جسد فرزند ما باید در یک جای همچون چیز نوضرور بخوابد و نزدیکانش آن را آنجا بپرتویند. چگونه آنها میتوانستند جسد برادر خود را بپرتویند؟ یک پسر مرا کشتند، میخواهند دومی را محبس کنند، میگوید او. با گفته او حالا از دهه آنها مردم زیادی را به جوابگاری کشیدنیند. علیه یکی از ساکنان برای اون پرونده کشودند که بعد تیرپرانی او جسد یکی از تیرخورده ها را برداشت و به بیمارستان برد. جوان زخمی تو رسیدن به بیمارخانه درگذشت، ولی علیه کسی که تلاش کرد او را نجات دهد پرونده جنایی باز شده است. چرا علیه اونهایی که مردم بیسلو را پراندند پرونده نمی کشویند؟ 3 تن کشته، 15 نفر زخمی شد. به من گفتند که 7 نفر آنها علکی معیوب شدند، از بعضی ها دستش کار نمی کند و برخی ها برای همیشگی لنگ موندند. در دهه ما استرس مردم دچار فشار خون شدند. هر روز فشار هر کسی بلند می شود. بعضی ها در بیمارخانه بستری می شوند. بعضی ها حتی از ترس گرفتار بیماری اپیلپسی شدند. آنها چگونه بیمار نشوند؟ وقتی که در آغاز 20 نفر مسلح آمدند و به تیرپرانی در دهه خرد ما شروع کردند، کودکان در این وقت در مکتب بودند و همه آنها سخت ترسیدند. تا حالا از استرس بیرون نشدند و طور معلمان میگویند درسهایشان را خوب آماده کردن نمیتوانند، زیرا هنوز در ترس و هراس قرار دارند. من تلاش کردم که تو حکومت کمیته دولتی امنیت ملی دادستانی بروم، ولی کسی مرا گوش نکرد. امروز به پرزیدنت نامه نوشتم. خیلی امیدوارم که او مرا درک میکند، زیرا اینجا کسی نمیخواد و تلاشم نمیکند که صرفم بروند که چه گذشت. امید من تنها پرزیدنت است. اگر مکتوب من به او نرسد تنها امین باقی میموند که خودم را در نزد حکومت حلقه آویز کنم. شاید آن زمان بشود که به ناعدالت هایی که اینجا رخ میدهند توجه کنند، میگوید عبدالمومنو. در همین حال به گفته خود عبدالمومنو، او از تفتیشی که در پی کشته شدن پسر او رفته ایستاده است اعتراضی ندارد. از این رو یگانه شکایت او این است که به مردم در رابطه با مرگ فرزند او فشار میارند، اما آنهایی را که در زمان اعتراض ها مردم بیسلو را کشتند کسی به جوابگری نمیکشد. گلبدین زیابکوف 25 نوامبر در جریان بازداشت کشته شد. بعد کشته شدن او در میدان اسماعیل سامونه شهر خورغ
هزاران مردم جمع شد. اعتراض‌ها 4 روز دوام کرد. طلب جمع آمدگان به جوابگاری کشیدن مجرمان قتل زیوبکوف و استعفای رئیس ولایت علیشهر میرزا نبات، بیرون بردن نیروها از خوروخ که حضور آنها در شهر شدت را ایجاد میکند و برقرار کردن علاقه اینترنت بود. مقامات به اعتراضگران وعده دادند که علاقه را برقرار میکنند و از روی دلیل کشتن زیوبکوف تفتیشات را آغاز میکنند، نظامیان را بیرون میبرند و اگر اعتراضگران میدان را ترک کنند به جوابگاری کشیده نمیشوند. تو امروز بجز از تفتیش قتل زیوبکوف هیچ طلبات دیگر اجرا نشد، اما علیه اعتراضگران پرونده ها را باز کرده استودند. در یک ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است و یک نسخه‌اش به دست اداره پایگاه خبری بامداد نیز رسید، دیده می شود که یک کارمند مسلح مقامات شبانه افتوماتش را به طرف رهگذران کرده آنها را تهدید پراندن می کند. به گفته منابع بامداد، حادثه شب 15 ینور در شهر خوروخ مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان روی داد است. یکی از امصوبتان بامداد از خوروخ حادثه را چنین نقل کرد: خوروخ شهر خرد است و نقلیات جمعیتیش اساساً مشروطکه هایند که شبانه به سبب کم بودن مشتری کار نمی کنند. از این رو ساکنانی که ماشین ندارند مجبور می شوند از یک گوشه شهر به دیگرش پای پیاده بروند. شب 15 ینور یک گروه ساکنان از بیمارستان برگشتند که در آنها را کارمندان مقامات مد می کنند و یکی از آنها افتوماتش را به طرف این رهگذران می کند. در ویدیو دیده می شود که خوشبختانه یک شریک دیگر این کارمند مسلح عقل سالم نشان داده، همکار سلاح به دستش را مجبور می کند که به ماشین بشیند و رهگذران به خشم آمده را با سخنان ملایم و مؤدبانه آرام می کند. رهگذران به او می فهمانند که از بیمارخانه برگشته ایستادند و به خانه خود راه سپار بودند. در این هنگام آن سلاح به دست دوباره از ماشین فرامده باز افتوماتش را به طرف آن گروه رهگذران می کند، ولی همکار او مردم را باز آرام و با ملایمتی از آنجا گسیل می کند. برخی می نویسند که به احتمال زیاد این نفر سلاح به دست که به مردم تهدید می کرد مست بود. مست بودن یا نبودن او را تشخیص کردن دیگر امکان ندارد، ولی این ویدیو با صورت عموم تا چه اندازه آسیب پذیر بودن وضع در خوروخ را نمایش می دهد. طوری می بینیم هر یک قدم ناجا و تحریک دهنده در اینجا می تواند برای ناآرامی های نو زمینه گذارد. از طرف دیگر این ثبت نشان می دهد که کارمندان مقامات ویژه که از تیرماه سال 2018 و اینک قریب 3.5 سال باز در یک شرایط فوق‌العاده در خوروخ و اطراف آن قرار دارند، نیز در یک حالت عصبانی شدید قرار گرفتند و به احتمال غالب به کمک روانشناسان حرفه‌ای نیاز پیدا کردند. یقین است که هیجان مدت طولانی خدمت در شرایط فوق‌العاده به عصب‌های حتی آهنین بی‌تأثیر نمی‌ماند و می‌تواند منجر به حادثه‌های فوق‌العاده شود، به خصوص وقتی سخن درباره افراد سلاح به دست می‌رود. قرار معلوم شماره زیاد نیروهای ویژه مقامات قدرتی تاجیکستان از جمله آمون و الفا مدت زیاد باز در بدخشان قرار دارند. دو سال پیش حکومت ولایت بدخشان حتی رسما خبر داده بود که سربازان گروه الفا را که ماموریت و وظیفه‌شان در اصل مبارزه با تروریسم است، از بیکاری در بدخشان به شکار گرگان در کوههای نویه اطراف خوروخ سفر بر کردند. رئیس جمهور قبلی قزاقستان نورسلطان نظربایف که از زمان شروع اعتراضات خونین در کشورش در طول تقریبا 3 هفته اخیر یگان بار در مسیر عام ظاهر نشده بود، روز 18 ینور بار اول با یک پیام ویدیویی به مردم مراجعت کرد. نظربایف حوادث اخیر را حمله به یک پرچگی قزاقستان نامید و وجود کدام مناقشه بین دایره‌های حاکم در کشور را رد کرد و گفت تمام قدرت در دست پرزیدنت کنونی قاسم ژمارت توقایف بوده. خود او از سال 2019 به این طرف نفقه خور است و در پایتخت قزاقستان دولت پیری رونده ایستاده است و به یگان جا نرفته است. نظربایف گفت توقایف اخیرا برابری شروع امنیت نشست و به زودی روبری حزب حاکم نورتن را نیز به دوش میگیرد. اما جریان حوادث از جمله برکناری یک و یک باره سه داماد نظربایف و جیانش صمد عبیش بیانگر آن است که واقعیت حال چندان به گونه نیست که پرزیدنت یکم قزاقستان میخواهد تصویر بکند. در پاسخ به مراجعت های زیاد به نام من و در رابطه به مطلب های نشر شده در مطبوعات خبر میدم که من سال 2019
صلاحیت پریزیدنتی رو به قاسم جمر توقایف سپوریدم و از اون دم به بعد نفقه خورم و در حال حاضر در پایتخت قزاقستان دولت پیری میرونم و به یگان جا نرفتم. گفت نظربایف در مراجعت نامه‌ای که ثبت ویدیوی آن روز 18 ینور توسط سخنگوی اون نشر شد، سر و صداها درباره اختلاف و مناقشه بین دایره‌های حاکم قزاقستان رو نظربایف کاملا بی اساس نامید و گفت پرزیدنت قاسم ژومارت توقایف تمام قدرت رو در دست دارد، او رهبری شورای امنیت است و افزود که توقایف بزودی رهبری حزب حاکم نورتان را که تا کنون به اون خود نظربایف رهبری میکرد به دوش خواهد گرفت. اعتراض های دهه اول ماه ینور رو که به خونریزی زیاد آورد، نظربایف حمله به ضد قزاقستان و هدف آن را از بین بردن یک پارچگی کشور نامید. نظربایف در آن باره که آیا کدام نیروها در پشت آن حادثه ها ایستاده بودند یگان جزئیات نداد و تنها گفت فاجعه ای که رخ داد برای همه ما سبق شد. معین کردن آنهایی که این همه حمله ها و آدم کشی ها را تشکیل کرد مهم است، ولی هرچند که نظربایف 81 ساله کوشش میکرد خود را آرام و خرسند نشان دهد، ولی جریان حادثات نشان میدهد که تلاطم تحولات دیگر به گونه ای نیست که رهبر سابق قزاقستان میخواهد تصویر یا تصور کند. طوری به نظر میرسد عوض شدن سمت سو را خود او هم درک میکند، چون که نظربایف در سخنرانیش همان طوری که توقایف در بیانیه های اخیرش میکند نیز از بردن نام پایتخت که رسما به شرف او نورسلطان نامش کردن خودداری کرد و تنها عباره پایتخت قزاقستان را به زبان آورد. در جریان اعتراض ها یک شعار اساسی مردم شلکت موی سفید برو بود که منظورشان کاملا از قدرت رفتن نظربایف بود. در آن روزها اعتراضگران به گردن هیکل نظربایف در شهر تلد قرغون سیم بسته آن را از بیخ کندند. همچنین سروزیر سابق کریم مسیموف که سالهای آخر رئیس کمیته امنیت ملی بود و یکی از یاران نزدیک نظربایف به شمار می رفت، با دو معاونش با اتهام سنگین خیانت به دولت و کوشش غصب به زوری حکومت به حبس گرفته شده. جیان خود نظربایف صمد عبیش که معاون اول رئیس کمیته امنیت ملی و چشم و گوش نظربایف در مقامات قدرتی قزاقستان بود، روز 17 ینور با امر توقایف از وظیفه آزاد کرده شد. همین طور در 4 روز آخر همه سه داماد نظربایف، دمشق قسانوف، کایرات شریبایف و تیمور قلیبایف که با بیش از 3 میلیارد دلار داروی خودش و 3 میلیارد دلار داروی زنش دینورا از ثروتمندترین میلیاردرهای قزاقستان دانسته می شدند، از مقامهای رهبری شرکت های قزاقگاز، قزاق ترانس اویل و پلات ملی صاحب کاران پیش از مولت و گویو با خواهش خودشان برکنار کرده شدند. نورسلطان نظربایف که از سال 1989 بر قزاقستان رهبری میکرد ماه مارت سال 2019 رسما مقام پرزیدنتیش را به توقایف سپرد، ولی از پس پرده همچون پیشوای ملت، رئیس شورای امنیت و رهبر حزب حاکم همچنان امور ریاست کشور را در دستان خود نگاه داشته توقایف را عملا به یک نو پرزیدنت نمایشی تبدیل داده بود. ولی ناظران امور بر اینند که اعتراضهای اخیر نقطه آغاز پایان دوران نورسلطان نظربایف در قزاقستان شد. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. شرکت IRS مسئول نگوبین و پولچینی در شورای دوشنبه خوجن چنوخ یگان رای زمینی بین شمال و مرکز تاجیکستان صبح 18 ینور خبر داد که ترمه های سرشمار که شروع از صبح دیروز در رای دوشنبه چنوخ فرامده بودند برطرف گردیده، چند لحظه پیش حرکت نقلیات از سمت خوجن به دوشنبه آغاز گردید. کارمندان فیلیال شرکت تلاش دارند تا در نزدیکترین فرصت گزارش نقلیات از هر دو جانب امکان پذیر گردد. خاطر رسان میکنیم که بر اثر فرامدن ترمه رای دوشنبه خوجن چنوق از صبح 16 ینور بسته بود. گفته میشد روزهای 16 و 17 ینور در کیلومترهای از 62 تا 74 رای ماشینگرد دوشنبه خوجن در موضع میخوره، اوشیار و اوشتور نویای ورزوب ترمه فرامده. نیمه دوم روز 17 ینور یک ترمه بزرگ برش 10 متر و طولش 600 متر در کیلومتر 65 فرامده رو به تمام بست. مرکز آب و هواسنجی اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان از قبل هشدار داده بود که از 15 تا 20 ینور در وادی های این کشور باریدن باران و از 17 تا 19 ینور در نواحی های کوهستان و بلندکو باریدن و برف و باران پیش بینی شده. در بعضی اولت ها
برفریزی های شدید نیز پیش بینی شده است. کمیته اولتای فوق العاده روز 17 ینوار گفت همانا در راههای دوشنبه خوجند، دوشنبه رشت، دوشنبه سنگوار، دوشنبه لخش، کولوب درواز ونج خوروغ، خوروغ اشکوشم، خوروغ مرغوب خطر لغزش تنمه و ریزش سنگ باقی مانده است. این کمیته از رانندگان خواست است که در راههای کوهستان از حد اکثر احتیاط کار بگیرند و بدون ضرورت عاجل براه نبرایند. نام امام حسین عمروف 11 ساله از تاجیکستان برای دستاورد ورزشی فوق العاده به کتاب رکوردهای گینس شامل کرده شد. در این باره در یوتیوب مربی MMA رضوان اوشور محمدوف در کانالش در یوتیوب خبر داد. مربی در تالار در باره دستاورد بچه تاجیک حرف میزند و سپس شهادتنامه رسمی از نام کتاب رکوردهای گینس را به امام حسین می سپارد. رضوان اوشور محمدوف می گوید امام حسین در بین 4.5 ساعت بی تنفس 5200 مرتبه اجیمانی کرده است و برای همین دستاوردش شامل کتاب گینس شده است. نام امام حسین عمروف انوز در 7 سالگیش برای رکوردهای ورزشیش ورد زبان ها شده بود. پدرش رجب عمروف می گفت که امام حسین 11000 مرتبه و حتی یک دفعه قریب 13000 اجیمانی کرده است، ولی تنها یک موردی را که بی تنفس 5200 مرتبه اجیمانی کرد توانستند ثبت و به کتاب رکوردهای گینس پیشنهاد کنند. امام حسین عمروف در خانواده‌شان فرزند نهم و عصم خردی است. او حالا با اهل اویلش در شهر کراسنویارسک روسیه زندگی و مشق میکند. پدر امام حسین چند سال باز تلاش داشت تا دستاورد پسرش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود. او همیشه معتقد بود که در اجمانی کسی با امام حسین او قوا آزمایی کردن نمیتواند. ماه نویبر سال 2017 وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیم‌زاده از امام حسین عمروف برای نمایش استعداد نادر ورزشی 11000 اجمانی ستایش کرده و او ساعت دستی و تحفه های خاطروی تقدیم نموده بود. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که صبح 17 ینوار تخمینا ساعت 9:15 دقیقه راننده افتماشین طبقه اوپل استرا اکرموف سوروب شریفویچ سال تولدش 1989 ساکن شهر اسفره هنگام حرکت باروی موشنگرد واروخ اسفره از اوده اداره واسطه نقلیات نبرومده پیادگرد ساکن اسفره جورایف برهاندین ایوبویچ سال تولدش 1989 را پخش کرده است. در نتیجه پیادگرد جورایف جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید با حادثه ذکر گردیده تحقیقات ادامه دارد. این علاقه دویمین صدوه مرگوور در اسفره در روزهای اخیر است. وزارت کارهای داخله قبلا خبر داد که شام 15 ینوار ساعت 19:20 دقیقه راننده افتماشین تمغه تویوتا کمری مومینوف محیب سال تولدش 1980 ساکن شهر اسفره هنگام حرکت در کیلومتر 8 روی اسفره کوچک از عوده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به قفای ماشین تمغه کماز که تحت اداره راننده اخونوف میرزا سالی سال تولدش 1985 ساکن شهر خوجند قرار داشته است برخورد است. در نتیجه مسافر افتماشین تمغه تویوتا کمری پوچویف ظفر رحمتوویچ سال تولدش 1984 ساکن امین شهر جراحات وزنین جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. راننده افتماشین تمغه تویوتا کمری مومینوف باشد جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه بیشتری گردیده است. اوید به حالت مذکور تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راه های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. هنگام گذراندن چاره‌بینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 37 ساله ساکن نایه یوون با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده 11 دکبر سال 2021 در شهر دوشنبه با روی فریب به باوری مرد 31 ساله ساکن پایتخت در آمده خود را همچون استای میبلساز معرفی نموده برای ساختن جیوان از او 57000 سومانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. وابسته به حالت مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر استرفشن با عریضه مرد 51 ساله ساکن شهر مذکور مراجعه نموده است که شب 5 به 6 ینوار سال 2022 شخصان نامعلوم با روی پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا اشیاهای روزگار و تجهیزات خانه را دزدیده
از جای اودیسا غیب زدند، ضرری رسونیده شده 10340 سومونی را تشکیل میدهد. هنگام گذرانیدن چوربین های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 25 ساله ساکن شهر ذکر گردیده که پیش با ماده 244 قسم 3 و ماده 365 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است، همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین هنگام گذرانیدن چوربین های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 33 ساله ساکن نویه جیهون با گمان دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده با مسئله پیشکی با مرد 35 ساله ساکن نویه دوستی شب 19 به 20 آگوست سال 2021 از داخل اوغلخانه منزل استقامتی زن 43 ساله ساکن امین نویه یک سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غایب زدند. ضرری رسانیده شده 6600 سومونی را تشکیل میدهد. اوید به حالت مذکور تفتیش شد ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف اون را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.